درود بر همه دوستان. بگی پس از دیگری به نگاهاتون نگاه میکنم و پر از شادی میشم و دلم تنگ میشه برای دیگرانی که اینجا نیستن، برای اینکه در این بازنگری به فردوسی، یعنی در این بازنگری به گوهره فرهنگ ایران، دیگر یاران من نیز اینجا نیستم که نخست سخنان من رو بشنوند و آنگاه در این زمینه ها با هم دیگه سخن بگیم و پیشا پیش به شما بگم که تا هنگامی که ما در نیابیم که تاریخ، نه فقط تاریخ فرهنگ ما، بلکه تاریخ بودن ایرانی چون ایرانی با فردوسی آغاز می شود، یا که البته این حرف به این شکل مطلقش هفته پیش هم گفتم به شما که غلطه، ولی تا هنگامی که در نیابیم که زمینه هایی از این سوانسو دست به دست هم دادن تا برایندش این باشد که فردوسی، شخص فردوسی، نماد و نمودی باشد از ایرانی بودن در طول تاریخ، تا هنگامی که اینو ما در نیابیم در بسیاری از زمینه ها بحث های بیهوده با هم دیگه خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی که ما تا هنگامی که یکی با دیگری در نیابیم که همگان در زیر چتری از ارزش های تاریخی انسانی جاودانه هستی داریم که فردوسی اینها رو برای نخستین بار در شاهنامه خودش متبلور کرده، اینها رو همه رو با هم دیگه یک جا گرد آورده و به شکل یک منظومه بسیار بسیار زیبای شاعرانه انسانی و خدایی در اختیار ما قرار نداده، تا هنگامی که این رو در نیابیم، این چگونگی رو در نیابیم، ما همچنان گم خواهیم بود در این معنی که ببینید همکنون در ایران بلوچ رو داریم و کرد رو داریم و فارس و بسیارانی دیگر که من اصلا خوشتر میدارم که اینها یادم نیاد، برای که هرچی بیشتر آنچه را که ما الان میگیم ملیت‌های ایرانی، هرچی بیشتر این ملیت‌های ایرانی
به یاد من بیاد بیشتر به یاد دگرگونی هایی که ما مردمان ایران با هم داریم میفتم. حالا که خوشتر میدارم که بیشتر در یه چنین سخن گفتن هایی به یاد بیارم همانندی های مردمان ایران رو با یکدیگر. کدام نمودها هست که مردمان ایران رو از ترک و بلوچ و فارس و خوزی و لور و هر نوع دیگری که از مردمان ایران شما در پیش دارید کدام چیزها و کدام چگونگی‌ها هستند که اینها رو به هم گره می‌زنند در برابر این پرسش که کدام چیزها هستند که این ملیت‌ها رو این تکه پاره‌ها این نمونه‌های گوناگون ملیت‌های ایرانی رو از هم دیگه دور و جدا می‌دارند من می‌بینم و همه شما هم به نظرم می‌بینید که فرمان فرمایی آخوندی الان داره ما رو به سوی می‌رماند و می‌راند که کرد بر ضد فارس، فارس بر ضد بلوچ، بلوچ بر ضد خوزی و خوزی بر ضد بلوچ و همینجوری میبینم این رو و شما هم دارید میبینید که فرمان فرمایی آخوندی داره در این راستا پیش میره یعنی به زبان خود آخوند بگم حجت رو داره بر ما تمام میکنه در این معنی که یا من هستم و یا که ایران دیگه پاره خواهد شد این پروبلماتیک عظیم زمانه ماست درست همین است که بر این بنیاد است که حاکمیت فرمان فرمایی آخوندی هستی خودش رو تأیید میکنه هستی خودش رو استوار میدارد و فکر میکنه که بر همین بنیاد است که هستی خودش رو میتونه ادامه بده بر بنیاد دگرگونی های قومی که بین ایرانیان هست از یک سو و بر بنیاد حالت های جنگامیز ستیز افروز انفجاری که در مرزهای تمام این ملیت ها هم از پیش از سوی استثمار انگلیس و روس در کار آمده بوده است استثمار انگلیس و روس مرزهای طبیعی ایران رو از جغرافیای سیاسی ما دزدیده است ما یک جغرافیای سیاسی فرهنگی طبیعی داشتیم در این معنا که
پیش از آجار، پیش از هر کدوم از این سلسله هایی از سلطنت های این سوی آن سویی که بر ایران مسلط شدند، ما آنگاه که به کلیت تاریخ ایران نگاه میکنیم، میبینیم که مردمانی بودند از البته که از قومیت های گوناگون، البته که از اسمشو بذاریم ملیت های گوناگون، با نژاد های گوناگون، با زبان های گوناگون، که همه اینها با همدیگه در یک جغرافیای سیاسی فرهنگی گرد آمده بودند و چندان این جغرافیای سیاسی فرهنگی بر همه اونها گذشته بوده است، چندان فرا گذشته بوده است که دیگه هیچ کدوم از اینها کارشون به جای رسیده بوده که دیگه هیچ کدومشون یادشون نبوده که این یکیشون عرب است، اون یکی ترک است، اون یکی ایرانی است، اون یکی کرد است. همشون در درونه یک وحدت تاریخی جغرافیایی خودشون رو با همدیگه یگانه می‌دیدند و این گونه بوده بود است تا دورانی که می‌شود گفت دوران پهلوی باشه و می‌شود گفت که دوران خمینیستی رو نیز در بر می‌گیرد. یعنی در دوران خمینیستی نیز هنوز هیچ کدوم از این تکه پاره‌های ایران یکی بر ضد دیگری قیام نکرده است. هیچ کدوم تا کنون نخواستند که بگویند که ما هستیم و دیگران نباشند. نخواستند. یعنی فکر می‌کنم رفیق نازنین خودم درود روان او باد آقای دکتر شرفکندی و پیش از او همدل و همراه او دکتر شرفکندی در دانشگاه تربیت معلم هم همکار من بود و یه شب همکار که هیچ از جمله شبها با هم دیگه می نشستیم عرق هم می خوردیم و گپ می زدیم از هر سویی و یه شب بهش گفتم که دکتر جان من باورم نمیاد که این سخنی که شما می گویید که رهبر شما اون وقتا رهبر البته که دکتر شرفکندی نبود، دکتر قاسملو بود. من باورم نمیاد وقتی که شما میگید دموکراسی برای ایران، خود مختاری برای کردستان. من گمان میکنم که آنچه شما میگویید همکنون در حقیقت غرغر کردنی است که آغازی است برای آنکه بعد قرمساق رو هم بگویید. یعنی که میگویید فعلا میگویید که آزادی دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان، برای که بیش از این نیروشو نداریم که بگیم. آنگاه که نیروهای شما بیشتر از این بشه خواهید گفت که آزادی برای کردستان. و من اینا رو الان میگم برای که یه جایی ثبت بشه که هم
دکتر قاسم دو و هم دکتر شرفکندی به خود من گفتند که ما بی شرفیم اگر راست نگوییم. ما به راستی بران هستیم که دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. ها الان زمانی رسیده است که خدای من فرمان فرمایی آخوندی البته که میدونید که فرمان فرمایی آخوندی هم هر دوی این بزرگواران رو کشت، یکیشون در رستوران میکنوس و دیگری رو در بزنگاه در یک کمین یهش انداخت و کشتش. و ما کردان از جمله، یعنی میهنان کرد ما همچنان اعتقاد خودشون دارن، همچنان برانند که ایران باید آزاد بشود، ایران باید در از این دموکراسی برخوردار بشه و در درونه این دموکراسی مردمان کرد نیز از حقوق خودشون برخوردار بشن. چرا این حرفا رو من میگم؟ الان در سخن گفتن از فردوسی، برای اینکه یکی از تماتیک‌ها، یکی از زیباترین جنبه‌های شاهنامه نیست همین چگونگیه. یعنی که به ویژه در دوران باستانی، به ویژه در دورانی که هنوز همه چیز به شکل افسانه، انسان به شکل افسانه‌ای داره با انسان برخورد میکنه، همه این چگونگی‌ها رو که ما الان داریم باش رو میشیم اونجا میبینیم که یکی پس از دیگری رو میشه. یعنی به راستی که فردوسی راست میگوید انگار که میگوید که سخن هرچی بر بوم دانش همه رفتند، سخن هرچی گویم همه گفتند. افزون بر این، هر آنچه رو که ما اکنون داریم تجربه میکنیم پیشینیان ما نیز به شکل‌های دیگری تجربه کرده بودند. علت این که ما الان اینجا نشسته ایم و شاهنامه فردوسی رو باز میکنیم و یک بار دیگه در درود شاهنامه فردوسی مینگریم، ازش میپرسیم که استاد بزرگ ما چگونه بود، از کجا آغاز کردیم که به اینجا رسیدیم، آنگاه که تمام این داستان رو براتون بازی کنم شمایان خواهید دید که آنچه در ایران کنونی پیش اومده است به راستی هیچ کدومش چیز تازه ای نبود. همش الگو گرفته است از آنچه قرنها پیش از این به شکل‌های دیگری در ایران و در توران در میان ایرانیان و تورانیان پیش اومده بوده و شگفت دار که شاهنامه اینجا بوده است در طول این هزار و در طول هزار ساله قد گذشته
و ما همگان میتونستیم بخونیمش و ازش درس بگیریم و هیچ کدوممون این کار رو نکردیم. من گمان میکنم که یکی از وظایف روشنفکری، حالا من روشنفکر نمیدونم یعنی چی، من گمان میکنم یکی از وظایف کسانی که به میهن خودشون و به مردم خودشون عشق میورزن و خوش میدارن و دوست میدارن که ایران این گونه که هست نباشد و مردم ایران این گونه که هستند نباشند، آخوند این گونه که هست نباشد، هرچه هست این گونه که هست نباشد، یک بار دیگه باید شاهنامه فردوسی رو از آغاز تا پایان به جد بخونم. و اینک ما نشسته ایم که شاهنامه فردوسی رو از آغاز تا پایان به جد بخونیم. البته که در طول این در جلسه آینده من وقت اونو نخواهم داشت که سراسر شاهنامه رو با شما در میان بذارم، ولی گوهره شاهنامه رو آن چه میگویم شاهنامه، چه میگویم شاهنامه، یک چه میگویم داره و آن به کجا که باز در شاهنامه هست، اینا رو امیدوارم باهاتون در میان بذارم. کتاب بزرگ شاهنامه، کتابی که چندین نفر تا کنون از بزرگان عرب و عجم او رو قرآن عجم نامیدن، قرآن عجم، این بسیار با اهمیت دیگه، شاهنامه قرآن عجم، یعنی که عرب قرآن رو داره، ما شاهنامه رو داریم. میخوایم یک در حقیقت درون نگری بکنیم در کار قرآن عجم که شاهنامه باشه. البته که در طول این جلسه ای که مونده برای ما، من وقت اونو نخواهم داشت که شما رو از آغاز شاهنامه تا پایان شاهنامه پیش ببرم، ولی امید این رو دارم که در واپس این جلسه شما همه دست بزنید و پاشید و بگید که آری ما شاهنامه رو هاکنون میشناسیم و به تو با تو ایمان میبندیم که دنباله شاهنامه رو خودمون بخونیم. خب با این امید و با این پیمان پیشا پیش یک بار دیگه بهتون میگم که ما نمیتونیم تمام شاهنامه رو با هم دیگه در میان بذاریم. کاری که من کوشش خواهم کرد بکنم این است که چند تایی از زیباترین تراژدی های شاهنامه رو با شما در میان بذارم، ولی آنگاه و پیش از اینکه این گفتگو به پایان برسه، امیدوارم که به این پیمان با شما برسم که خودتون بگید که آری ما دوست می‌داریم که بریم دنبال شاهنامه رو با هم دیگه بخونیم. خب این گونه آغاز می‌شود کتاب
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را، نیابد بدون نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه، سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد، ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست، ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست، خرد را و جان را همین سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو، بدین آلت و رای و جان و روان، ستود آفرینندگان را چون توان، بدین آلت و رای و جان و روان، ستود آفریننده را چون توان، به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیگار یک سو شوی، پرستنده باشی و جویند راه، به فرمانها ژرف کردن نگاه، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. نخستین سخنی که فردوسی با ما میگه این البته که در سفرش خداست، و اینکه ما فقط باید در پیوند با خدا فقط باید خستو شویم، یعنی اعتراف کنیم که خدا هست، خستو شدن اعتراف کردن، و از چند و چون این که خدا چیست و کیست از این حرف هم نگوییم، برای که خرد را و جان را همین سنجدو، و اندیشه سخته کی گنجدو، خود اوست که تازه همه خرد و اندیشه ما رو می سنجه، حالا ما چگونه میتونیم با این سنجیدن ها و با این خرد او رو بسنجیم بشناسیم. پس خرد نخستین نکته رو که به ما میآموزه این است که خدا هست، اما خدا شناسایی ناپذیر است، ما باید به هستیش خستو بشویم و ز گفتار بیگار یک سو بشویم. هفته پیش هم به شما گفتم و باز نیز پیش خواهد آمد که بگم که در کنار خدا دو مفهوم دیگه هم هست که فردوسی در برابرش در حد دونگ میاندازی، یعنی اندیشیدن فردوسی، فلسفه فردوسی سپر میندازه به زمین، یکیش مرگ و یکی مفهوم آز. باری فعلا شروع کردیم گفتن شاهنامه و برویم ببینیم که استاد چه میگوید، و این فقط پیش گفتار شاهنامه است.
پس از ستایش خرد البته که شاهنامه باید ببخشید. پس از ستایش خدا